وزارت خارجه پاکستان حمله موشکی و پهپادی ایران به خاکش را که جان دو کودک را گرفت به شدت محکوم کرده و تکید کرده است که این نقض حاکمیت پاکستان کاملا غیر قابل قبول است و می تواند عواقب جدی داشته باشد این وزارت روز و شنبه 26 جدی با نشر اعلامیه گفته که عواقب مسئولیت این اقدام کاملا متوجه ایران است وزارت خارجه پاکستان با ارسال اعتراض شدید در پی این اقدام به تهران گفته که پاکستان نقص بیدلیل حریم هوایی خود توسط ایران به حمله به داخل خاک پاکستان که منجر به کشته شدن دو کودک بیگنا و مجروح شدن سه دختر شد را به شدت محکوم کند. پاکستان هماره گفته است که تروریسم یک تهدید مشترک برای همه کشورهای منطقه است که نیازمند اقدام هماهنگ است این گونه اقدامات یک جانبه با روابط حسن همجواری همخوانی ندارد و میتواند اعتماد و اطمینان دو جانبه را به شدت ضعیف کند وزارت خارجه پاکستان همچنان افزوده که اعتراض شدید اسلام آباد پیش از این به مقام ارشد مربوطه در وزارت امور خارجه ایران در تهران تسلیم شده و کاردار سفارت ایران در اسلام آباد را نیز برای محکومیت این اقدام احضار کرده است وزارت خارجه پاکستان افزوده که این اقدام ایران از آن جهت نیست نگران کننده است که این کار با رغم موجودیت چندین کانال ارتباطی میان پاکستان و ایران صورت گرفته است رسانه های ایرانی از جمله خبرگزاری تسنیم نا وقت روز سهشنبه گزارش دادند که دو مقر گروه جیش العدل در منطقه به نام کوی سبز در ایالت بلوچستان پاکستان هدف حمله موشکی و پهپادی قرار گرفته و منهدم شده است در گزارش خبرگزاری تصمیم آمده اهداف در پاکستان هدف قرار گرفته که یکی از بزرگترین مقرهای گروه جیش العدل در آن قرار داشته است ایران به تازگی نقاطی را در اربیل عراق و ادلب سوریه نیز هدف قرار داده که واکنش این کشورها را در پی داشته است سپاه پاسداران ایران گفته که در این حملات مقر موساد در اربیل کردستان عراق و داعش را در ادلب سوریه هدف قرار داده است